ششمین روز اسفند ماه برابر با 25 فوریه سال 1305 خورشیدی برابر با 1927 میلادی، تصویب قانون احداث راه آهن سراسری ایران. به موجب قانون احداث راه آهن جنوب ایران که به تصویب مجلس شورای ملی رسید، مخارج ساختمان راه آهن ایران از محل عوارض قند و شکر و چای تأمین گردید و قرار شد تا خط آهن از خرمسی به خرمشهر و از آنجا به تهران متصل شود. در نهایت نخستین کلنگ احداث راه آهن ایران در تهران به زمین زده شد و همزمان عملیات ساختمانی راه آهن از مرکز و شمال و جنوب آغاز گردید و پس از اندکی کار حمل و نقل مسافر و بار آغاز شد. طول راه آهن سراسری ایران در آن سال در حدود 1400 کیلومتر بود که از بندر شاهپور یا همان بندر امام خمینی کنونی در جنوب به بندر ترکمن در شمال متصل می شد. سال 1332 خورشیدی برابر با 1954 میلادی، کودتا در سوریه و سقوط شیشگلی حاکم این کشور. از چندی پیش جنگ مسلحانه گروهی از مردم با دولت ادیب شیشگلی رئیس جمهور وقت سوریه در کوهستانهای این کشور آغاز شده بود. این پیکار با قیامهای گذشته مردم سوریه تفاوتهایی داشت، چرا که این بار گروه های مختلف مردم، اهم از کارگران، کشاورزان، دانشجویان و حتی دانش آموزان نیز همکاری و حضوری فعال داشتند. پس سرانجام با وحدت مردم و ارتش توانستند بر دولت چیره شوند و در پی آن هاشم اتاسی رهبر حزب خلق سوریه به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد و دولت شیشگلی سقوط کرد. سال 1369 خورشیدی برابر با 1991 میلادی، انحلال پیمان ورشو توسط کشورهای عضو. پیمان ورشو که نام اصلی آن پیمان کمک متقابل کشورهای اروپای شرقی است، توسط کشورهای بلوک شرق و با اقتباس از پیمان دفاعی ناتو در اروپای غربی و آمریکا در شهر ورشو پایتخت لهستان تأسیس شد. پیمان ورشو سازمان نظامی واحدی برای این کشورها بود که از مسکو هدایت می شد و کشورهای عضو متعهد بودند در صورتی که یکی از اعضای پیمان مورد تجاوز و حمله نظامی قرار گیرد به دفاع از آن کشور اقدام کنند. پیمان ورشو که به مدت 20 سال منعقد شده بود، ظاهراً برای دفاع از کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی در برابر تهاجم احتمالی غرب به وجود آمد. لیکن نیروهای این پیمان در نخستین دوره حیات آن دو بار برای سرکوبی جنبش مردمی همان کشورها در دو کشور عضو، مجارستان و چکسلواکی وارد عمل شدند. در آستانه فروپاشی شوروی، وزرای امور خارجه و دفاع کشورهای لهستان، مجارستان، رومانی، بلغارستان، چکسلواکی و شوروی معاهده‌ای امضا کردند که بر اساس آن تعهدات این کشورها در پیمان ورشو پس از فعالیت 36 ساله این پیمان لغو شد.